سرخط خبرها. پس لرزه‌های بالون چینی، درخواست از بایدن و معاونش برای استعفا. اولین واکنش پکن به حمله آمریکا به بالون چینی. واشنگتن پست: سومین بالون چینی احتمالاً بر فراز آمریکا در حال فعالیت است. روسیه: اگر اوکراین بخواهد کریمه را پس بگیرد، ممکن است از تسلیحات هسته‌ای استفاده کنیم. نبرد سنگین در شهر باخمت میان نیروهای واگنر و ارتش اوکراین. و بنت: آنچه در اوکراین در حال رخ دادن است، نتیجه تصمیم کیف است. سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی. به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. پس لرزه‌های بالون چینی، درخواست از بایدن و معاونش برای استعفا. جو ویلسون، نماینده جمهوری خواه عضو کمیته خدمات نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، در واکنش به ورود بالون چینی به حریم هوایی آمریکا گفت روایت ورود بالون جاسوسی چین تایید کرد که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، و کامالا هریس، معاون او، باید استعفا دهند. اولین واکنش پکن به حمله آمریکا به بالون چینی. طبق بیانیه وزارت خارجه چین، طرف چینی نارضایتی شدید و اعتراض خود را به استفاده از اعمال زور از سوی دولت آمریکا برای حمله به این بالون هواشناسی ابراز کرد. طبق این بیانیه آمده از چین، پس از بررسی و تفحص به طرف آمریکایی مکررن اطلاع داد که این بالون مختص استفاده غیر نظامی و برای هواشناسی است و به شکل ناخواسته وارد حریم هوایی آمریکا شده است. اما واکنش و پاسخ آمریکا کاملا دور از انتظار بود. سخنگوی وزارت خارجه چین قبلا تاکید کرده بود یک بالون غیر نظامی چینی برای تحقیق و به ویژه مطالعات هواشناسی استفاده می شده که به صورت ناگزیر وارد حریم هوایی آمریکا شد. وزیر خارجه چین در این باره گفت نسبت به اقدام آمریکا برای سرنگون کردن این بالون مختص هواشناسی و بررسی آب و هوا ناخرسندیم. وزارت خارجه چین اشاره کرد پکن حق پاسخگویی به این اقدام آمریکا را محفوظ می داند. واشنگتن پست: سومین بالون چینی احتمالاً بر فراز آمریکا در حال فعالیت است. یک منبع ناشناس به روزنامه واشنگتن پست گفت احتمالاً سومین بالون جاسوسی چینی در نزدیکی ایالات متحده آمریکا در حال فعالیت است، اما مقامات اعلام نخواهند کرد که مکان آن کجاست. این منبع ناشناس در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست مدعی شد کشف این بالون ها رسوایی برای چین به همراه دارد و خود چینی ها توسط این اتفاق شوکه شدند. چینی ها در موقعیت سختی قرار دارند. وی در ادامه افزود صرفاً اطلاعاتی درباره اهداف این بالون ها منتشر شده، اما مقامات دقیقاً نمی‌دانند که این بالون ها چه کاری انجام می‌دهند. روسیه: اگر اوکراین بخواهد کریمه را پس بگیرد، ممکن است از تسلیحات هسته‌ای استفاده کنیم. رئیس شورای امنیت روسیه در اظهاراتی هشدارگونه اعلام کرد چنانچه کیف قصد حمله به شبه جزیره کریمه را داشته باشد، مسکو میتواند از بازدارندگی هسته‌ای خود استفاده کند. به گزارش تارنمای نشریه نیوزویک، دیمیتری مدودف گفت چنانچه اوکراین تلاش کند کنترل کریمه را دوباره به دست بگیرد، مسکو ممکن است از توان بازدارندگی هسته‌ای خود استفاده کند. این مقام ارشد روسیه این اظهارات را دیروز شنبه در گفتگو با یک روزنامه‌نگار روسی بر زبان آورد و افزود هر گونه حمله اوکراین به کریمه با کنش های تلافی جویانه پاسخ داده خواهد شد. نبرد سنگین در شهر باخمت میان نیروهای واگنر و ارتش اوکراین. شبه نظامیان واگنر وابسته به روسیه از نبرد سنگینی خبر دادند که در شهر باخمت در شرق اوکراین با نیروهای اوکراینی جریان دارد. بر اساس این گزارش، الجزیره به نقل از واگنر اعلام کرد نبرد سنگینی با نیروهای اوکراینی در خیابان‌های محله‌های شمالی شهر باخمت جریان دارد. همزمان وزارت دفاع اوکراین از کشته و زخمی شدن 140 عنصر شبه نظامیان واگنر در نبرد باخمت خبر داد. این در حالی است که نیروهای وابسته به روس‌ها در دونسک اعلام کردند ما بر برخی ورودی‌های شهر اوغلیدار مسلط شده ایم و به زودی محاصره باخمت را تنگ‌تر خواهیم کرد. بنت: آنچه در اوکراین در حال رخ دادن است، نتیجه تصمیم کیف است. نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، اذعان داشت آنچه در اوکراین اتفاق می‌افتد، نتیجه تصمیم کیف برای پیوستن به ائتلاف آتلانتیک شمالی بود. به گفته نخست وزیر پیشین اسرائیل که در آغاز عملیات ویژه به عنوان واسطه بین روسیه و اوکراین عمل می‌کرد، ولادیمیر زلنسکی طی تماس‌هایی در مرحله اولیه تهاجم روسیه آماده بود تا از ایده پیوستن به ناتو صرف نظر کند. تمام این جنگ به دلیل تمایل اوکراین برای پیوستن به ناتو اتفاق افتاد و در اینجا زلنسکی می‌گوید من از این ایده صرف نظر میکنم. با این حال وی افزود که کشورهای غربی مذاکرات را مختل کردند و تصمیم گرفتند با مسکو مذاکره نکنند. نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، مدعی شد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در آغاز عملیات روسیه در اوکراین به او اطمینان داد که ولادیمیر زلنسکی که در آن زمان در پناهگاهی پنهان شده بود از بین نخواهد رفت.
وی در مصاحبه‌ای که در کانال یوتیوب خود منتشر کرد گفت پس از آغاز عملیات ویژه روسیه زلنسکی از او خواسته با پوتین تماس بگیرد. پس از آن نخست وزیر وقت اسرائیل به گفته وی نقشه میانجی بین طرفین را بر عهده گرفت. نخست وزیر پیشین اسرائیل افزود من به او گفتم می‌خواهم شفاف سازی کنم. شما به من قول می‌دهید که زلنسکی را نمی‌کشید؟ او پاسخ داد زلنسکی را نمی‌کشند. به گفته بنت وی پس از دیدار با پوتین با زلنسکی که در آن زمان در پناهگاهی مخفی شده بود تماس گرفت و محتوای گفتگو با رئیس جمهور روسیه را به او داد. زلنسکی پس از اطلاع از وعده پوتین به دفتر خود بازگشت و فیلمی را از آنجا منتشر کرد. ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اون رو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.